خب درود بر شما دوستان عزیز و بینندگان گرامی، درود بر شما. عشقم درود بر شما، درود بر بینندگانتون. هر روزم میبینم که مخاطبای خودتون رو دارید به دست میارید و ما هم کنار شما دیگه یه بلبل زبونی میکنیم. خب امیدوارم که این برنامه ها خوب پخش بشه، چون مهم هستن، از جهتی مهم هستن به خاطر همون در واقع پروپاگاندای رسانه‌ای که در این چند ساله نسبت به مردم ایران انجام شده. باز من تاکید میکنم به هیچ عنوان اینطوری نیست که ما بخوایم بد غرب رو بگیم یا سیاه نمایی از غرب بکنیم. ما فقط میخوایم بگیم که همون اخبار منفی که برای شما داره بی بی سی و اینترنشنال دائم تو بوق و کرنا میکنن، یه خبرهای خیلی چیزی که در همه جای دنیا وجود داره. خب و امروز برای مثال میخوایم در مورد کمبود شیر خشک در آمریکا صحبت کنیم. آمریکا کشور به اون بزرگی که ادعای جهان اول و اقتصاد اول دنیا داره، الان مدتی که شیر خشک پیدا نمیشه و یه مسئله سرتا سریه. نه فقط بعضی اول فقط در چند ایالت بود، ولی الان سرتا سریه در کل آمریکا یه این تبدیل. حتی دیگه صدای سناتورا هم در اومده میگن این تبدیل به یه قضیه ملی شده برای ما، چون بچه های این کشور الان گشنه هستن، شیر خوش پیدا نمیشه. و حالا اگه در مورد ایران بود شما فکرشو بکنین اینا چه قوقایی میکردن. خب شما میخوای نظری اگه داری بگو، تو من دو تا میگم. آره نه، گزارش ها رو تو بخون. خب میدونی همه میدونن ما داریم چیکار میکنیم، حالا شما داشت توضیح میدادی دیگه، هم دشمن میدونه ما داریم چیکار میکنیم، هم دوست میدونه ما داریم چیکار میکنیم. یعنی اینقدر کار ما روشنه، ما داریم وظیفه ملیمون رو انجام میدیم. این میگن وظیفه ملی و هر کسی وظیفه ملی گسترش خیلی بازه، هر کسی یک بخشی از وظیفه ملی رو میگیره. منتها کسانی که میان و از غرب سپید نمایی میکنن و کشور خودشون رو تخریب میکنن، مطمئنن با هر توجیهی که دارن اینها نه تنها وظیفه ملیشون رو انجام نمیدن، اینا دارن خیانت ملی میکنن. من فقط خواستم همینو بگم. خب من به خاطر اینکه هر از چنگای افراد جدیدی، بیننده‌های جدیدی پیدا میکنیم که کلا یه دفعه میبینی از کره ماه انگار اومدن افتادن و از مثلا انگار یا خودشونو میزنن مثلا به اون راه که نمیدونیم، یا اینکه حالا به هر حال تحت تاثیر مغزشویی‌های اون رسانه‌ها هستن و میان چیزای عجیب غریبی مینویسن. به خاطر همین گهگاهی تو بعضی برنامه‌ها بهتره که دوباره بگیم که ما داریم چی کار میکنیم. اما بریم سر اصل مطلب، در مورد کمبود شیر خشک که خیلی از پدر مادرهای آمریکایی رو ترسونده و حتی خیلی هاشون الان نگران هستن و میگن که ما فکر نمیکردیم اینجا که نتونیم شکم بچه‌مون رو سیر کنیم. اینو تمام رسانه های از CNN و نمیدونم CBC و اینا همشون زدن و گزارش دادن، تلویزیون ها و اینا، ولی من فقط برای نمونه یه گزارش تصویری و یه گزارش از روزنامه در واقع USA Today رو براتون میذارم. خب ببین الان این مجری خانوم، Families are doing baby formula hunts, going 3 to 4 hours away just to get one thing of formula. I don't know how I'm going to feed my child, so it's that helpless feeling that you never want to feel as a parent. This is mother of two, Katie Thompson. She tells me on how she is down to her last thing of baby formula for her 10-month baby. She says it's alarming that there is nothing for her to buy. Now going to the shelves and there's nothing there, it's kind of like another slap in the face of like, I physically can't provide for my child, and now this is scary. Thompson tells me the store shelves are empty and even online is sold out. She says it's a constant worry and panic of how her baby will be fed. On average, they use one big formula tin a week. خب این گزارش رو حالا من فقط یه بخش کوتاهی رو انتخاب کردم که داره همون بحث کمبود شیر خشک میگه، با چند تا از مادرها هم مصاحبه کرده که خیلی ترسیدن از این قضیه و داره میگه که اینها یا باید اصلا توی فروشگاه‌های محله خودشون نتونستن پیدا کنن و مجبورن فرسنگ ها مثلا برن به شهرهای اطراف و اینا مثلا برای اینکه یه شیر خشک برای بچهشون پیدا کنن. و یه مشکل دیگه این که احتکار خیلی زیاد شده، خیلی ها مثلا اگرم پیدا کنن یهو زیاد زیاد میخرن. و یه مسئله دیگه هم این که و قیمت ها خیلی رفته بالا، مثلا شیر خشک تبدیل به یه دلالی شده اصلا اونجا، و بعدم که خیلی کلاهبرداری سر این قضیه زیاد شده. مثلا طرف شیر خشکایی که داشته مثلا میذاره اینترنتی به فروش برسونه، بعد مثلا طرف مادری بوده که سفارش داده
و تاریخ انقضاهاش گذشته، یا اینکه مثلا بسته مثلا 20 اونسی سفارش داده، بسته 7 اونسی براش فرستادن. اینطور دلالی ها، مردم ایران فکر میکنن این چیزا فقط مثلا مال ایرانه، یه ها یه چیزی کم میشه احتکار میکنن یا دلال. باز حداقل ایران، توی ایران یه کنترلی وجود داره روی این قضیه، ولی در آمریکا میبینین که، و یه من یه گزارش دیگر هم بهتون نشون بدم، بعد حالا بریم سراغ این که تحلیلش بکنیم. ببینید USA Today باز دوباره اومده گزارش زده، با چند تا از مادران مصاحبه کرده. یکیش خانوم هنسلی هستش که یه بچه کوچیک زیر یک سال داره و اونم داره توضیح میده که در ماه مارس، یعنی مال الان هم نیم، از دو ماه پیشه، از ماه مارس میگه تمام سوپرمارکت ها، پابلیکس، والمارت، ویندیکسی، اینا چیزای فروشگاه زنجیره‌ای معروفه آمریکا هستن، میگه همه اینا رو رفتم و نداشتن و حتی 6 تا فروشگاه دیگه هم که حالا غیر زنجیره‌ای بودن اطراف رفته، اینا رو نداشتن و حتی رفته روی آورده به اینترنتی. اینترنتی هم سایت هایی که مثلا فروشنده های اصلی هستن اونم باز تموم کرده و این خانم نوشته که حاضرم هر چقدر پول لازمه بدم، ولی برای اینکه بچم در واقع شیر مناسبش رو بخوره و گشنه نمونه. ببین این عکس این خانم با بچهش رو گذاشتن، میبینی بچه خیلی کوچیکه، ننوشته چند ماهشه ولی مسلما زیر یک ساله. و یکی از مشکلات اساسی اینه که کسانی که مادر پدر باشن خب و بچه شیرخوار داشته باشن، این قضیه رو میدونن. هر شیر خشکیه که توی بازار هست و نمیتونی بیاری ورداری به بچه بدی، میدونی، چون اولا که هر شیر خشکی فرمول مخصوص خودشو داره، بعد یه بچه وقتی به اون فرمولی که مثلا متخصص اطفالش تجویز کرده با اون داره میره جلو، باید با همون ادامه بده. نمیشه یه دو دفعه شما فرمول سر خود عوض بکنی، بعد ممکنه بچه نخوره یا اون مواد غذایی که مورد نیاز بدنشه بهش نرسه، یا اینکه اصلا بعضی از بچه‌ها حساسیت‌های خاص دارن، یا مثلا با یه شیر خشکی مثلا بهشون یبوست میده یا بهشون مثلا اسهال میده و باید همون شیر خشک رو مصرف بکنن، و این برای مادر پدرها یه چالش بزرگی رو در واقع درست کرده. و اینجا میبینید تو این روزنامه عکساش هم گذاشته که تمام فروشگاه ها، این الان مثلا مال والمارت آلاباما در روز 11 می 2022، و بعدم خودشون هم نوشتن که حدود 40% از مارکای محبوب، یعنی همون مارکای اصلی که مصرف میشه، 40%، یعنی نزدیک به نیمیش رو الان در بازار وجود نداره، تموم شده. این مارکای محبوب از موضوع برنامه نیست، ولی یه پرانتز باز کنم، یعنی در حقیقت مارکایی که مال مافیای بین المللی هستن و صهیونیستی هستن. آره. یعنی اینو بگیم، همون مارکایی که وقتی که الان اتفاق داستان روسیه، بله، وقتی بین روسیه و مثلا اوکراین هم الان اومد درگیری ها انجام شد، دیدیم همین مارکای مافیایی یک دفعه همه با همدیگه از مثلا مسکو اومدن بیرون، از روسیه اومدن بیرون. یعنی اینا محبوب نیستن، اینا چیزایی هستن که به زور تحمیل شدن به جوامع غرب، چون جوامع غرب هیچ راهی ندارن. یعنی شما وقتی تو کانادا میخوای بری بیرون، مکدونالد یا مثلا استارباکس یا تیم هرتون، اینا محبوب نیستن، اینا تنها گزینه‌تن. این خیلی فرق داره. آره، اصلا تنها گزینه‌تن. یعنی تو مثلا ما تو برنابی زندگی میکردیم، آلترناتیو دیگه ای نداشتیم جز این که اگه بخوایم کافه بخوریم باید بریم استارباکس، چون سر هر کوچه ای استارباکس. اینو خواستم فقط اشاره کنم، دمتون گرم. خب بعد مثلا همین خانم هنسلی بعد اومده نوشته که مثلا من حاضرم پول بیشتری از جیبم بدم، ولی مثلا بچه‌م اون شیری که هستش داشته باشه. و بعدم اومده در مورد این که احتکار و افزایش قیمت و اینا صحبت کرده، مصاحبه کرده، و بعدم که تجربه خودش رو گفته که مجبور شده اینترنتی خریداری بکنه و کالایی که میگم به جای قوطی 30 اونسی که توی در واقع تبلیغ فیسبوک گذاشته بودن، این پول رو کامل پرداخت کرده، ولی 3 تا قوطی 7 اونسی براش فرستادم و این در واقع یه کلاهبرداری هم بوده، $80 هم هزینه کرده، ولی باز اون چیزی که میخواسته نتونسته بگیره. و اینا در واقع چیزایی هستش که
اتفاق افتاده. اما در مورد همون برندهای زنجیره‌ای که تو گفتی، اتفاقا می‌خواستم دلیل این قضیه رو ما بررسی بکنیم، که اتفاقا دلیلش هم همین خودشون اومدن بررسی کردن که اقتصاد شکننده و وابسته آمریکا است به چین. خب و دقیقا خودشون هم اومدن به این قضیه اذعان کردن. درسته که این برند ها مثل اسمایلی و نمیدونم نسله و نمیدونم این چیزایی که برند های زنجیره ای هستن و برند آمریکایی یا اروپایی هستن، ولی اینا خودشون نوشتن مواد اولیش از چین میاد، قوطی های بسته بندیش اینا از چین میاد، و بنابراین یه اقتصاد وابسته ای دارن که وقتی که مثلا سیاستشون با چین به مشکل میخوره، این بله دیگه این کل اقتصادشون در واقع شکننده میشه. و الان بچه های این نکته رو بگم، حالا اینا من یه گریز بزنم، حالا شما بعد صحبت دیگه ای ندارم. ببینید یه برنامه من اگه یادت باشه ببخشید قبل از صحبت ساخته بودم چند ماه پیش، بچه ها که من خودم لوازم خونه رو آوردم اسباب بازی بچه ها رو نشونتون دادم، برندایی که همه اروپایی آمریکایی هستن ولی روشو نگاه کنیم مید این چین، همه مید این چین، چون حالا دلیلش هم باز میگیم که اون قضیه مالیات ها و دردسرا و کاغذبازی و بوروکراسی هایی که تو غرب برای خودشون درست کردن، اصلا کارخانجات حاضر نیستن که کار در واقع کارگر استخدام کنن، و چین با این فرصت اومده با کارگر ارزون و با مالیات کم در واقع اقتصاد دنیا رو تو دستش گرفته. این که شما بحث اقتصاد شکننده گفتید، یکی از واقعا ضررهای دموکراسی بودن همینه، و یکی از فواید اینی که یک کشور غیر دموکراتیک اداره بشه، به نظر من شما آمریکا و چین دوتا حکومتی هستند که یکیش حالا ادعای دموکراسی داره، یکیش اصلا همچین ادعایی نداره و تک حزبی است. در دموکراسی مثلا این لیوان اینجاست، هر حزبی میاد میگه آقا این لیوانی که اینجاست مثلا باید ورداشته بشه، و همه میگن آقا وعده میدن ما قرار ورداریم، و این بحث انجام میشه و هی حکومت ها دولت ها میان و میرن با وعده و وعید که این لیوان رو از اینجا قراره بردارن، ولی این لیوان همچنان سر جاشه. در سیستم غیر دموکراتیکی که چین به کار گرفته، وای نمیشه اصلا به کسی به مردم بگه این لیوان اینجاست ما میخواییم برداریم، رای بدید کوکورومون برداریم، ور میدارن. دستور از بالا میان میگه برداری تموم شد، به صورت سلسله مراتب کار انجام میشه. امیدوارم نظام ما به سمت غیر دموکراتیک پیش بره، به خاطر اینکه اگر به دنبال پیشرفت هستیم نظام باید به سمت غیر دموکراتیک پیش بره، و اینکه ما بخوایم مثلا مشکلات مملکت وسط بذاریم بیایم بگیم آقا رای گیری کنیم کی این مشکلات رو حل کنه، این مشکلات همچنان به مانند آمریکا میمونه. آمریکا اگر امروز دچار اقتصاد شکننده است که از چین اینجوری داره شکست میخوره، یک بخشش بابت همین قضیه است، یعنی مشکلاتی که الان آب میشیگان داشته. ایالت میشیگان از سال 2012 مشکل آب داره. آقای اوباما یکی از صحبتاش این بود که ما حلش میکنیم، یعنی اوایل حکومت دور دومشون گفتن ما مشکل آب میشیگان رو حل میکنیم. در مناظرهای انتخاباتی بین آقای ترامپ و خانم کلینتون، گویا حالا بین خودشون دوتا نه ولی بین هوادارانشون یا کسانی که از جانب خانم کلینتون و آقای ترامپ صحبت میکردن، این وعده داده شد که اگه ما بیاییم مشکل آب میشیگان حل میشه، و اون دوره هم تموم شد. در دوره آقای بایدن و ترامپ همین افرادی که بخیر جای اینها مشاورانشون صحبت میکردن تو رسانه همین وعده رو دادن، و آب میشیگان در سال 2022 ایم. 10 سال گذشت، دولت ها اومدن رفتن فقط وعده دادن حل میکنن. این یکی از مشکلات و ضررهای دموکراسی است که اقتصاد و اسلحه، بله، که هر رئیس جمهوری به قول شما وعده داده که اسلحه رو جمع کنه، حالا چون بحث اقتصاد نیست ولی چون بحث اقتصاد داریم میکنیم، ولی چین اگر امروز داره تو حوزه اقتصادی آقای دنیاست، یعنی تو همین پاساژی که ما الان نشستیم همه دارن لوازم چینی استفاده میکنن، و تونسته تمام کره زمین رو در هم بنوردد در حوزه اقتصادی، که البته دلایل مختلفی داره، یکی از اون دلایلش همینه، به خاطر که سیستم سلسله مراتبیه، وگرنه اگه بخوایم بزنیم فقط به کارگر ارزان و جمعیت زیاد، خب 100 سال پیش هم اینا همین جمعیت رو داشتن، کارگرشون هم 100 سال پیش ارزون بود، چرا اون موقع انقدر ورشکسته شدن که هنگ کنگ هم اجاره دادن، که چین الان که انگلیس همچنان یه جورایی مدعی هنگ کنگ باشه. اینا بحثای پیچیده، ولی نگاه میکنین سیستم خیلی مهمه، در چین سیستم داره کار درستی رو انجام میده، و امیدوارم نظام ما به شکل دیگه این جمهوریت منحوس و غربی رو بذاره کنار و
بریم به سمت نخست وزیری به یاری خدا عزت نشان خامنه ای هم که پادشاهیشو میکنه پاینده ایران. خب اما این قضیه انقدر تو آمریکا بالا گرفته که حتی صدای خود پیرپاتالای سناتورای پیرپاتال هم در اومده و میگن که این قضیه رو ما باید یه جوری جدی بگیریم. اما آقای بن گریسون، من یه کاریکاتور بهتون نشون بدم، این کاریکاتور معروف آمریکاست که در مورد دعواهای سیاسی و جناحی توی آمریکا کاریکاتور میسازه و ببین نگاه کن چی ساخته. طبقه های تو سوپرمارکت که مال خوراک بچه است، قفسه ها همه خالیه، ولی الان 40 بیلیون زدن تو شکم زلنسکی دارن چیز میکنن. پولا رو منظورش اینه که دارم میدم میفرستم برای اوکراین و بالاش هم نوشته که اوکراینی مهمتره از بچه های خودمون. خب و اینم خانم پلیسی، نانسی پلیسی که داره 40 میلیارد دلار رو یعنی میکنه توی شکم آقای زلنسکی. اینم یه کاریکاتور جالبی بود توی این زمینه و الان خیلی صدای جمهوری خواها در اومده و بازم حتی ببینید بچه های این مملکت هنوز گشنن، بازم اینا سر دعواهای سیاسیشون هستن که آقای جمهوری خواها مثلا به اونا ایراد میگیرن، اونا به اینا ایراد میگیرن، ولی مشکل همچنان سر جاشه. اما اگه یادت باشه توی انگلیس هم این مشکل بود چند ماه پیش که ما اومدی خودت هم برنامه شو ساختی اگه خاطرت باشه، بعد اینا مجریای چیز غربگدای من و تو همشون اومدن انکار کردن، در صورتی که مشکل شیر و خشک بود و الان نمیدونم حل شده یا نه، ولی اون زمان خودت هم برنامه شو ساختی که مشکل کم بوده شیر و خشک به خاطر خروج انگلیس از برگزیت خیلی از کالاها کم بود اومد توی انگلیس. ولی خب این چیزا رو که به ایران نمیان بگم به مردم ایران، فقط صرفا بی بی سی و اینترنشنال و من و تو اینا زوم کردم که مغز مردم ایران رو شستشو بدن. آقا همه جای دنیا بهشته، فقط ایران مثلا مشکل پیش میاد. حالا تازه باز ایران مشکلاتی هم که پیش میاد بازم به خاطر کارشکنی ها، تحریم ها و فشارهایی که همینا میارن، اربابای همینا روی اقتصاد ایران وارد میکنن، دائم ارباباشون رو تشویق میکنن که ایران رو تحریم کنن، بعد از اون ور وقتی یه چیزی کم کالای کم بود میشه میان این ور داد و بیداد میکنن که آی مردم ایران بدبختن و گشنه. خب من اصلا صحبت آخرم فقط همینه که دیدم اصغر فرهادی هم این دفعه به عنوان داور در جشنواره کن حضور پیدا کرده، گفت آره مردم ایران خیلی ناراحتن و مردم ایران طاقتشون تمام شده. من برام سوال بود که آقای اصغر فرهادی اینو داره برای یه غربی هایی میگه که 200 سال ایرانو تحریم کردن، یا داره یه جورایی گزارش کار به اینا میده که آقا من توی حوزه سیاه نمایی ماموریتمو به درستی انجام دادم و سهم منم بدید بره. اینم جالبه، اینکه آدم مشکلات کشورشو بیاره به کسانی بگه که خودشون یکی از عوامل و مسبب‌های اصلی مشکلات کشورمون هستن. اینم خودش برای من یک سوال جدی است و شک می‌کنم به شرافت این افراد. خب نه، اینا آقای فرهادی اگه حسن نیت دارن، یادت باشه یه بار آقای گلزار حرف درستی زد، حالا من که طرفدار یعنی در واقع دنبال روحی سلبریتی نیستیم، ولی گلزار من حرف درستی زد، گفت شما که هی میان توییت میزنین تو اینستاگرام، توی توییت مینویسین، بیان یه خیریه درست کنین، مثلا کمک رسانی، اگه واقعا شما دلسوز مردم ایران هستین بیان کمک رسانی کنین، داد و بیداد کردن به قول شما جلو غربیا که فایده نداره. کسایی هستن مثل آقای چاووشی، مثل همین گلزار، مثل آقای علی دایی میان میرن کمک میکنن، اینقدر داد و بیداد و جنجال توی فضای مجازی ندارن. آقای فرهادی قصدشون چیز دیگه است، دم تکون دادنه، وگرنه دلشون به حال مردم ایران نسوخته. خب دیگه صحبتی نیست و صحبت، پس این برنامه رو میبندیم دوستان، بدرود، با ما همراه باشید تا برنامه بعدی.